منابع محلی اعلام کردند در عملیات زمینی و هوایی ارتش نیجریه در شمال این کشور 44 تروریست بوکو حرام به هلاکت رسیدند. گفته می شود نیروهای ارتش همچنین در این عملیات 47 تروریست را دستگیر کردند و موفق به آزاد کردن 10 گروگان از دست تروریست ها شدند. رسانه های پاکستانی از حمله مسلحانه تروریست ها به یک مدرسه دخترانه در منطقه وزیرستان شمالی این کشور خبر دادند که بر اثر آن یک نفر رهگذر کشته و مأمور حراست مدرسه زخمی شد. به گفته منابع خبری، تروریست ها حین برگزاری مراسم روز والدین در مدرسه دخترانه متعلق به ارتش این کشور در منطقه وزیرستان دست به حمله مسلحانه زدند که با اقدام به موقع نیروهای امنیتی از وقوع یک فاجعه در این مدرسه جلوگیری کرد. استارتاپ مدیریت حفاظ یکی از استارتاپ های حوزه آموزش قرآن کریم است که در کشور برونئی تأسیس شده و علاوه بر برونئی در برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا موفق ظاهر شده است. مدیریت حفاظ در سال 2016 تأسیس شده و در حال حاضر بیش از 100 مربی ماهر را مدیریت می کند. تیم تحقیقات سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد دلایل و مستندات جمع‌آوری شده در عراق تقویت کننده نتایج اولیه است که از ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری علیه جامعه مسیحیان توسط داعش پس از تسلط بر یک سوم اراضی این کشور در سال 2014 میلادی حکایت دارد. در گزارش این تیم تحقیقاتی به شورای امنیت سازمان آمده جنایت‌های داعش علیه مسیحیان شامل کوچاندن اجباری، ظلم و ستم، تسلط بر اموال، خشونت جنسی، بردهداری، اجبار برای تغییر دین و نابودی آثار و اماکن فرهنگی و دینی می‌شود. مؤسسه اسلام برای صلح با ارسال نامه‌ای به وزارت آموزش آرژانتین خواستار اجرای قانون تعطیلی مراکز آموزشی در مناسبت‌های اسلامی توسط وزارتخانه‌های استانی شد. در پی گزارش‌های برخی از جوانان مسلمان در مقاطع مختلف تحصیلی مبنی بر امتناع مدارس از برگزاری مجدد امتحانات، مسئولان مؤسسه نسبت به عدم رعایت قانون 24575 تذکر دادند. بر اساس این قانون 3 روز در طول سال برای همه مسلمانان ساکن آرژانتین روز غیر کاری اعلام شده که عبارتند از روز اول سال هجری قمری، عید فطر و عید قربان. ایالات متحده آمریکا اول دسامبر رهبر طالبان پاکستان و نیز رهبر القاعده در شبه قاره هند را در لیست تروریست ها قرار داد و آنان را به تلاش برای تهدید افغانستان متهم کرد. در میان این افراد 4 تن از رهبران القاعده در شبه قاره هند از جمله اسامه محمود امیر خودخوانده این گروه نیز در این لیست قرار گرفتند.